در دو بخش قبلی ویدیوهای مردم ناظرند در مورد دسته‌بندی‌ها و انواع فساد صحبت کردیم و الان وقتشه که مختصراً به چند تا از مهمترین دلایل به وجود آمدن فساد در ایران بپردازیم. قوانین پیچیده و مشکل فهم یکی از عوامل اصلیه. مثلا ساختارهای بانکی، گمرکی و مالیاتی کشور اینقدر پیچ و خم داره که خیلی از ملت ترجیح میدن یا اصلا خودشون رو درگیر نکنن، یا اگه دست بر قضا زد و گذر پوستشون به دباغخونه افتاد، از راه‌های غیرقانونی خارج از این سیستم پیچیده اداری و با پرداخت رشوه و زد و بند هر چه زودتر به مراد خودشون برسن که خود همین زمینه ساز مفاسد اقتصادیه. تفسیر خودسرانه قوانین هم مورد دومه. شاید خودتونم دیده باشین که ابهاماتی که در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار هست میتونه امکان هر تفسیر شخصی و اقدام خودسرانه ای رو به کارمندا و کارگزارا بده تا از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن. مورد بعدی نبود نظام تشویق و تنبیه مناسبه که از عوامل بروز فساد اداریه. از یه طرف نبود مزایای کافی و پایین بودن حقوق کارمندا میتونه زمینه ساز قبول پیشنهادهای غیرقانونی باشه و از طرف دیگه کم هزینه بودن فسادم احتمال ارتکابش رو زیادتر میکنه. مثلا برای فرار مالیاتی سنگین ترین تنبیه حکم ممنوع الخروجیه که حتما موافقین در خیلی از مواقع برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصلا کافی نیست. نبود سیستم نظارت مناسب هم یکی از این موارده. حتما شما بهتر از من میدونین که یه نظام نظارتی برای هر سازمانی از واجباته و در کنار اون رسانه‌های مستقل و آزاد هم میتونن کارایی این نظام‌های نظارتی رو تقویت کنن. اما این موارد هرچند لازمن ولی کافی نیستن، چون همونطوری که خودتون دیدین در جریان همین اختلاس خیلی مختصر 3000 میلیارد تومانی حتی خود ناظرای بانک مرکزی در روند اختلاس دست داشتن. برای همینه که یه قوه قضایی سالم، مستقل و قاطع لازمه که بتونه با بالا بردن هزینه های فساد برای حضرات تبهکار سلامت سیستم نظارتی رو تضمین و از اون حمایت کنه. احساس نابرابری اجتماعی و اقتصادی هم مورد مهم بعدیه که میتونه ناشی از نابرابری ها و تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی، قومی، عقیدتی و غیره باشه و به همین دلیل باعث بشه که اعتبار قوانین برای این افراد کم بشه یا از بین بره و همین زمینه ساز کارهای غیرقانونی و فساد شخصی یا گروهی بشه. مورد آخر که اهمیت زیادی هم داره نبود نظام شایسته سالاریه که میتونه ناشی از فقدان انتخابات آزاد، تقدم اولویت‌های عقیدتی بر شایستگی‌های فردی و همچنین وجود نظام عزل و نصب بدون نظارت مردمی باشه که باعث میشه افراد فاسد و سودجو در مقام‌های مهم اداری قرار بگیرن. خب اینم پایان بخش سوم از ویدیوهای مردم ناظرن. امیدواریم که شما رو در قسمت بعدی این ویدیوها هم ببینیم و با هم این سلسله بحثا رو ادامه بدیم.